جفری گیدمن که به تازگی از واشنگتن به برلین بازگشته، در گفتگویی که با وی داشتم به تشریح وظیفه تازه اش به عنوان مدیر کل رادیو لیبرتی و همچنین اهداف سیاست خارجی آمریکا و جبه حاکم در کاخ سفید پیرامون ایران پرداخت و گفت: Die Stimmung ganz generell in den Staaten, also meiner Meinung nach, man nimmt die Herausforderung, oder wenn ich das so nennen darf, das Problem Iran sehr ernst. جبه حاکم در واشنگتن به طور کلی این است که مشکل ایران بسیار جدی می باشد. این را باید به صراحت و با تأکید بگویم که اکثر آمریکایی ها چه جمهوری خواه و چه دموکرات میان رژیم و مردم ایران تفاوت قائل هستند. مشکلی که امروز آمریکا با ایران دارد مربوط به رژیم است و نه مردم. بسیاری از آمریکایی ها بر این باورند که اگر روزی این رژیم از بین رود، روابط دو کشور بسیار عالی بی درد سر خواهد شد. از نظر جفری گیدمن، استراتژی فعلی آمریکا در قبال ایران چندان مناسب و قانع کننده نیست و حتی می توان گفت که آمریکا فاقد یک استراتژی روشن است. وی معتقد است استراتژی آمریکا باید در وهله نخست حمایت از جنبش و روند دموکراسی در ایران باشد، کاری که بنا به گفته وی به درستی از طرف واشنگتن انجام نمیگیرد. گیدمن میگوید استراتژی آمریکا باید در خدمت تحقق هدف نهایی باشد و این هدف پایان دیکتاتوری در ایران است. Ihr müsste eigentlich sein das Ende der Diktatur im Iran mit ich betone es mit friedlichen Mitteln. هدف باید پایان دیکتاتوری با ابزار صلح‌آمیز باشد. برای من این یک هدف استراتژیک و اخلاقی است. به اعتقاد من ما را گم کردیم و فراموش کردیم که هدف باید پایان دیکتاتوری باشد. از نظر وی پایان دیکتاتوری در ایران به ایجاد دموکراسی به دو دلیل حائز اهمیت است. یکی این که اکثریت غالب مردم ایران نافی دیکتاتوری هستند و در صورت انتخابات آزاد ایرانیان به رژیم جمهوری اسلامی رأی نخواهند داد، و دیگر این که اگر رژیمی دموکراتیک و معتدل بر ایران حاکم شود، مسائل و مشکلات موجود به گونه ای دیگر مطرح می شدند.